گنچرا در باق و بستان می کشد ای مسلمانان، مسلمان می کشد. سرخط مهمترین خبرها: تجمع اعتراضی در مقابل سفارت افغانستان در تهران، وعده امرالله صالح برای دستگیری عاملان رویداد دشت برچی. شیطان هم نمیتونه ایت یک پلان گذاری کنه که بیای 86 تا کودک از بین ببره. و پیام رئیس جمهور فرانسه به مردم افغانستان. با عرض سلام به این مجمع خبری از کانال گزارشگر خوش آمدید. حسین بخش سفری، قهرمان ورزش‌های رزمی کشور، با حضور در محل حمله بر دانش آموزان مکتب سید الشهدا در غرب کابل، دو مدال بین المللی اش را به حراج گذاشته تا از درک فروش آن به زخمیان دورویداد خونین غرب کابل و شهر پل علم ولایت لوگر کمک کند. بیاید اینها را بخرند که ما بتوانم از طریق ازی و از طریق بنیاد سفری برای هموطنان عزیز خود خدمت بکنم تا دوباره اینا تشویق شوند و سردرس های خود بر بگردند. ده ها تن از شهروندان افغانستان و ایران با تجمع در مقابل سفارت افغانستان حادثه تروریستی مدرسه سید الشهدا را محکوم کردند. حاضران در این مراسم تاکید کردند که دشمنان افغانستان با هدف قرار دادن دانشگاه ها و مدارس قصد ضربه زدن به پیشرفت افغانستان را دارند. مسلمان میکشند کافران از اهل و به همین خاطر دست به جنایات انسانی ناجوان مردانه می زنند. نقطه قوت ما یعنی دانشجویان و دانش آموزانمان را هدف قرار دادند، چون همین ها خارج دشمنان شدند، چون همین هایند که جامعه را از انفجار و جاهلیت به پیشرفت هدایت می کنند. ما متاسفیم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. Oh!
اشرفانی بی غیرت خجالت خجالت اشرفانی بی غیرت خجالت خجالت اشرفانی خجالت خجالت. در همین حال برج آزادی تهران برای ابراز همدردی با مردم افغانستان و خانواده های قربانیان حمله مرگبار به مکتب شهید الشهدای کابل نور افشانی شد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روز شنبه در مراسم در ارک در مورد چگونگی حمله بر مکتب شهید الشهدای دشت برچی صحبت کرد. آقای صالح با بیان اینکه شیطان هم نمیتواند این گونه یک پلان گذاری کند و 86 کودک بیگناه را بکشد تأکید کرد که عاملان رویداد را به زودی دستگیر میکند. ما که خصائل شیطان هم که در تفاسیر آدم میخوانه شیطان هم نمیتونه ایت یک پلان گذاری کنه که بیای 86 تا کودک از بین ببره. یک تا اگر موتر بم میبود و ما فکر میکردیم که خوب از پیششان شاید اشتباه شده باشه مکتب خیال کدام قرارگاه کرده باشن، اینا میاین موتر بمگذاری شده را که با کمال تاسف ما پیدا کردیم نمبر پلیتش هم جعلی است و از اون موترها یک کلید است که ما 4-5 ماه شده جمع کردنش کار میکنیم. موتر بمگذاری شده را در برابر یک مکتب دخترانه میمانن و بعد پیش خود محاسبه میکنن که یک انفجار میکنه یک تعداد کم شاید جان خدا دست بتن و اینا سراسیمه میشن دو طرف فرار میکنن. در دو طرف در جویچه باز اینا بمبای بشکهی ره که در این وقتا مثل سطر اخفا میکنن مثل خاک جور میکنن که باز در سراسیمه شدن اینا که میبراین در اینجا تعدادشان جان خدا دست بتن و کشته شدن. یعنی این علای مکتب بمگذاری شده بود، تصادفی نبود و ما بنابرای دو دلیل اعتماد دارم که ما این مردم را دستگیر میکنیم. اعتماد اول ما این است که به حد این جنایت، جنایت مانند جنایت لوگر و دیروز جنایت که در زابل شده به حد بزرگ است که ما به عنوان مسلمان کسایی که سجده میکنیم سر ما را به خاک میزنیم که خدایا غیر از عظمت تو، غیر از قدرت تو دیگه هیچ چیز وجود نداره و ما اعتماد داریم به عدل تو و دستگاه عدلی تو و به ای که هیچ چیز از نظرت پنهان نیست. ما یقین دارم که خداوند قدر دعا را در این ماه رمضان به لبیک نمیمانه و ای قدر دست که بالا میشه که خدای از دست ظالم از سر ما کوتاه کن، ما یقین دارم که خدا به ما یاری میکنه و ما یاره به دست میاریم. و در این زمان سلسله که این کارا را کرده یک تعداد از این پیش ما بندی است و ما به اساس بهرهگیری از او اعترافات و اطلاعات ایره انشالله به دست میاریم مثل که دگرایش هم دستگیر کرده. در این که ناکامی های گاه ناگاه اطلاعاتی باعث میشه که این قسم فجایع رخ بده، اما باید داشته باشین که تنها در 5 ماه گذشته در کابل 800 پلان بمبگذاری خونسا شده که مجرمین از اینا در مراحل مختلف محکمه هستند. رئیس جمهور فرانسه با انتشار پیام به زبان فارسی در صفحه فیسبوکش همدردی خود را پس از حمله مرگبار در کابل به ملت افغانستان ابراز کرده است. رئیس جمهور فرانسه نوشته که تروریست ها با حمله به دانش آموزان می خواستند جوانان را بکشند و آرزوی صلح افغانستان را که جوانان حامل آن هستند نابود کنند. رئیس جمهور فرانسه نوشته است من می خواهم از همبستگی من با شما به شما اطمینان دهم. ما اقدامات خود را علیه جهالت ادامه می دهیم. ما مایل به برپایی یک صلح پایدار هستیم برای حفظ دستاوردهای مردمی طی 20 سال گذشته. من همه خواستاران صلح را برای افغانستان دعوت به گفتگو میکنم. هیچ چیز نمیتواند خشونت را توجیه کند. در حمله در نزدیکی مکتب دخترانه شهید الشهدا در غرب شهر کابل 86 تن جان باختن و 147 تن دیگر زخمی شدند. دولت افغانستان به احترام قربانیان حمله مرگبار در کابل و لوگر روز سه شنبه را عزای عمومی
اعلام کرده بود.